سلام. 8 سال پیش یه بچه شهرستانی بود، 4 میلیون کلن پول داشت. 2 میلیونش داد برای رهن یه دفتر، 2 میلیون مابقی هم یه سری تجهیزات گرفت برای دفترش. یکی از اون تجهیزاتش یه تیشرت بود، یکیش یه دونه تخته بزرگ وایت بورد شیشه‌ای بود که یکی از دوستاش که NDF کار بود براش ساخت. دیگه تجهیزات خاص دیگه هم لازم نداشت، دیگه یه دونه لپتاپ از قبل داشت، میز کامپیوترش هم از قبل از خونه آورد تو دفترش گذاشت و با موبایلش یه دونه ویدیو ضبط کرد، آموزش افزایش سرعت سایت وردپرس. اون موقع هیچ موقع فکرشو نمی کرد، اون موقع که نه اصلا هیچ وقت تو طول این چند سال فکرشو نمی کرد که یه روزی همین ویدیو رو با یه تخت وایت بورد کوچیک‌تر، بدون اینکه بخواد خیلی بریز و بپاش بکنه، بدون حتی اون تیشرتی که روش لوگوی میهن وردپرس بود، تو یکی از بهترین جاهای دنیا، یعنی تو بیزنس بی دبی، بخواد همون ویدیو رو دوباره ضبط کنه. به جای اینکه بخواد خشک وایسه، خیلی خیلی رسمی، نه خیلی عادی وایسه جلو دوربین و آموزش بده دوباره همون ویدیو رو. و تو این 8 سال هر چیزی که داره رو از همون ویدیو و ویدیوهایی که روزهای بعد ساخت داره. بریم آموزش افزایش سرعت وردپرس رو ببینیم. 8 سال پیش دقیقاً یه همچین روزایی این ویدیو رو براتون ضبط کردم، دقیقاً اواخر تابستونم بود دیگه، اوایل راه اندازی میهن وردپرس. حرفایی که توش زدم هنوزم نگاه میکنم حرفای جالبی بود، یعنی اشتباه توشون نیست، خب؟ ولی میخوام ویدیو رو به سبک دیگه براتون ضبط کنم، با این تخت وایت بورد کوچیک‌تر و خودمونی‌تر. ولی اون ویدیو رو دلم نمیاد از رو سایت حذف کنم، پس زیر همین ویدیو رو سایت میذارمش، رو یوتیوبم که هست لینکش رو میذارم اینجا، ببینین آموزش افزایش سرعت سایتی که 8 سال پیش یه بچه شهرستانی ساده ضبط کرد با همون لهجه شهرستانیش که هنوزم اون لهجه رو تا حدی داره. خب بریم سراغ افزایش سرعت سایت، ببینیم چطور میتونیم سرعت سایتمون رو افزایش بدیم. خب شروع کنیم. اولین چیزی که برای افزایش سرعت سایتت نیاز داری اینه که ببینی ساختار ارسال درخواست و دریافت اون پاسخ به چه صورت است. شما فرض کن میخوای سایت گوگل رو باز بکنی، اولین کاری که انجام میدی اینه که google.com رو تایپ میکنی، یه ریکوستی ارسال میکنی سمت سایت گوگل، ریکوستت ارسال میشه و یه جوابی میگیره. جواب چیه؟ مثلا باز شدن صفحه اصلی و فرم جستجوی سایت گوگل. حالا چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونی این درخواستی که ارسال میکنی و پاسخ میگیری به دو قسمت تقسیم میشه، یه قسمت ریکوست و یه قسمت ریسپانس. ریکوست مدت زمانیه که شما درخواست ارسال میکنی تا اون سرور تحلیل میکنه ببینه شما چه کاری و چه صفحه ای رو میخوای باز بکنی یا چه کاری رو میخوای انجام بدی تو اون سایت، و ریسپانس مدت زمانی که طول میکشه که پاسخی که ارسال کرده برسه دست شما. پس یک، ریکوست مدت زمانی که شما درخواست رو میدی و ارسال میشه سمت سرور و سرور تحلیلش میکنه، ارسال و تحلیل، و ریسپانس مدت زمانی که سرور پاسخ میده و شما دریافت میکنی و مرورگر کامپیوتر شما تحلیلش میکنه. پس دو تا قسمت اصلی داریم، امیدوارم متوجه این قسمت شده باشین، اگه نه برگردین دوباره این قسمت رو ببینید چون خیلی مهمه. خب کاری که ما اینجا باید انجام بدیم توی مرحله اول اینه که ریکوستمون رو بهینه‌سازی بکنیم، بعد بریم سراغ ریسپانس. ریکوست برای بهینه‌سازی کردنش چه کاری باید انجام بدیم؟ باید TTFB یا Time to First Byte رو تا حد امکان بیاریم پایین. TTFB یا Time to First Byte رو بیاریم پایین. Time to First Byte یعنی چی؟ یعنی مدت زمانی که درخواست ارسال میشه و طول میکشه که اون درخواست پاسخ داده بشه. معمولا باید TTFB مون زیر 0.6 ثانیه باشه. اگه زیر 0.4 ثانیه باشه که عالی، ولی دیگه بالای 0.6 نباید باشه. به چه چیزایی بستگی داره؟ به خیلی چیزا. موقعیت کاربر تا سرور سایت شما، موقعیت در واقع، حالا بهتر بگم پرفورمنس سرورتون، منابع سخت افزاری سرورتون، سی پی یوی که رو سرور نصب شده، هاردی که رو سرور، و خیلی چیزایی، سرعت اینترنت سرور، سرعت اینترنت کاربر و خیلی چیزایی دیگه. پس این میشه TTFB. پس شما اینکه هاستتون کجا باشه اهمیت داره برای TTFB، اینکه سرورتون چه سروری باشه، هاردش مثلا NVMe باشه یا نه خیلی تاثیر داره، و چیزایی دیگه.
مورد بعد از TTFB، حالا خود TTFB خودش تقسیم میشه به چند تا بخش که میخوام اونا رو بهتون بگم. یک، یعنی راه حل هایی میخوام بهتون بگم که TTFB رو میتونیم بهبود بدیم دیگه، تا حد امکان TTFB مون رو کم بکنیم. یک، استفاده از کشینگ. کشینگ کلن یعنی چی؟ یعنی کش یعنی حافظه. خب یعنی این که ببین، به من میگن این دیوانه چه رنگیه، نگاه بهش میکنم میگم سبزه. خب تو کش مغز من ذخیره شد که لیوانی که من هر روز توش قهوه میخورم سبزه. میرم پیش دوستم فردا، میگه راد لیوانی که رو میزت هر روز باهاش قهوه میخوری چه رنگیه؟ میگم خب سبزه، تو حافظم نگه داشتم. حالا فرض کن من حافظه ای نداشتم، یا خدای نکرده پیر شدم، مثلا پیر شدم و الان دیگه حافظم مثل قبل کار نمیکنه. هر بار که یکی ازم میپرسه که لیوانی که توش قهوه میخوری چه رنگیه، باید بیام لیوانه رو ببینم رو میزم، بگم سبزه، بعد برم خب سبزه. یک ساعت بعد یه نفر پرسید، دوباره باید برم چک بکنم. چرا؟ چون آلزایمر گرفتم، آلزایمر رو یادم نمیومد، همین الان مشخص آلزایمر گرفتم. آره بهش میگن حافظه کش. پس آلزایمر گرفتن تو وبسایت به معنی همینه که کش نداشته باشی. حالا تو سایت چجوری این کشینگ کار میکنه؟ پس الان مفهوم کشینگ و حافظه رو فهمیدی، یعنی حافظه، حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت. کشینگ یعنی چی؟ یه نفر میاد به سایت شما یه درخواستی میزنه، میگه من میخوام صفحه اصلی رو باز کنم. سرور میشینه تحلیل میکنه، میگه طبق قالب و پلاگینایی که من رو سایتم نصب دارم، قالبم اینه، پلاگینم اینه، میدونم مثلا تو صفحه اصلی باید یه منو باشه به این شکل، یه سرچ باکس باشه، یه لوگو باشه، یه دونه اسلایدر باشه، زیرش آخرین مطالب باشه، پایینش چند تا ویدیو بیاد. اینو بار اول ذخیره میکنه توی کشش، وقتی ما از پلاگین های کشینگ استفاده کنیم، و دفعه دومی که یه کاربری میخواد سایت رو باز کنه دیگه نمیشینه اونا رو تحلیل کنه، میگه من همه اینا رو میدونم از قبل، آماده کردم از قبل دارم، اون فایل رو برمی‌داره میده به کاربر. پس امیدوارم درک مفهوم کشینگ رو الان داشته باشیم. دومین چیزی که ما باید برای TTFB مون رعایت بکنیم سروره. سرور سایتمونه که منابعش قوی باشه، هاردش NVMe باشه، مثلا پرسرعت باشه، اینترنت پرسرعتی داشته باشه، ترجیحاً تو ایران باشه اگه سایتمون کاربر بیشتری تو ایران داره، اگه خارج ایران بیشتر کاربر داریم خارج باشه. الان ما برای میهن وردپرس سرور گذاشتیم داخل ایران، برای ارتانو گذاشتیم خارج ایران. چرا؟ چون کاربرای داخل ایران با میهن وردپرس کار میکنن، کاربرای خارج ایران با سرور خارجی. یه دونه چیز داریم به نام CDN یا Content Delivery Network که میتونیم ازش برای افزایش TTFB استفاده کنیم. چیه داستانش؟ بچه ها در مورد همه اینا تو سایت قبلا توضیح دادم، فقط دارم همه رو توی یه دونه ویدیو بهتون میگم. در مورد CDN یا Content Delivery Network چیه؟ میاد چند تا سرور رو با هم دیگه وصل میکنه و اینا رو وصل میکنه به سرور سایت شما. هر کاربری مثلا اگه از تو ایران میخواد درخواست بده سایت شما رو باز بکنه، از سرور ایران سایت براش باز میشه. اگه یکی از تو آمریکا بخواد سایتتون رو باز کنه، از سرور آمریکا باز میشه. این چیزیه که خارجی های که خوش به حالشون این رو دارن، یه چیز به نام CDN دارن. ولی ما متاسفانه تو ایران CDN درست و حسابی، با احترام به تمام CDN های عزیز، شرکت های CDN نداریم. نه اینکه درست و حسابی نداریم، داریم. مثلا آروان کلاود هست که خیلی خوب داره کار میکنه، ابردراک هست. ولی راستش من به شخصه هر کدومو تست کردم، جوابی که می‌خواستم اون نگرفتم. دلیلش هم بد بودن شرکت‌های CDN نیست. دلیلش اینه که متأسفانه توی ایران نمیتونیم خدمات خوبی ارائه کنیم. هم از داخل تحریم، هم از بیرون. پس نمیتونیم واقعا. اینترنتمون با اینترنت جهانی مشکل داره، اینو باید دیگه قبول کنیم. پس CDN تو ایران قابل استفاده نیست. کلا بی‌خیالش بشین. فعلا حداقل تا یه زمانی که سرعت اینترنت خوبی داشته باشیم، ارتباطمون با خارج خوب بشه و بلا بلا بلا. بریم سراغ موضوع چهارم. چهارمین موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم، برای ببین همه رو دارم بداهه میگم دیگه، الان باید فکر کنم برای TTFB چه چیز دیگه ای میخوایم. استفاده از DNS سرور هم که معمولا همه هاستا دارن، بهتر بگم سرور سافتورز. خب سرور، یا بهتر بگم وب سرور. آره چرا سرور سافت؟ وب سرور، این که شما از چه وب سروری استفاده میکنید خیلی مهمه. در مورد همینم قبلا تو سایت میهن وردپرس کامل توضیح دادم. مثلا اگه وب سرور شما
آپاچی باشه سرعت داغون، اگر انجینیکس باشه که الان ما رومی هم وردپرس از انجینیکس استفاده میکنیم سرعت عالی، اگر لایت اسپید کش باشه، لایت اسپید ببخشید باشه عالی، و وب سرورتون خیلی مهمه که چی باشه. پس اگر لایت اسپید باشه یا انجین ایکس، این خوبه، خیلی خوبه. آپاچی اگه بود حتما هاستینگتون رو عوض کنید. توی قسمت سلامت سایت توی وردپرس، ابزارها سلامت سایت، قسمت اطلاعات، قسمت سرور میتونیم ببینیم وب سرورتون چیه. این 4 تا چیز اصلی بود که TTFB باید داشته باشه. چیز خاص دیگه مد نظرم نیست که بخوام بهتون بگم. بریم سراغ ریسپانس. درخواست ارسال کردیم، یه TTFB خوب داریم. خوب یعنی چی؟ یعنی کمتر از 0.4 ثانیه. این یعنی خوب. خوب که چه عرض کنم، یعنی عالی، کمتر از 0.4 ثانیه. امیدوارم دستخطم بهتر شده باشه نسبت به 8 سال پیش. خب ریسپانس، ما ریکوستمون ارسال شد، خیلی خوب جواب داده شد با این کاری که انجام دادیم. ما میخوایم بریم سراغ ریسپانس. ببین انجام که چه عرض کنم، باید اصلاح کنیم، باید اینا رو بدونین دیگه. حالا کشینگ رو در موردش کامل صحبت میکنم، وب سرور رو بهتون میگم، مثلا اگه وب سرور چی بود، چه پلاگینی نصب کنین رو وردپرستون، اینا رو بهتون توضیح میدم. باید اینا چک بشن. حالا ریسپانس، ریسپانس چیه؟ ریسپانس یه سری کارهای باید انجام بدیم که ریسپانسمون بهتر بشه دیگه. جواب و مثلا سایت می هم وردپرس یا سایت گوگل به شما داده، حالا شما میخوای دریافت کنی. فرض کن شما درخواست کردی که این سفر رو تو سایت می هم وردپرس باز کنی، این ویدیو رو ببینی. حالا اینکه سرعت سرور می هم وردپرس باید بالا باشه که به شما TTFB خوب بده که فبه ها. بعد از اون باید مثلا این فایل ویدیویی که داره به شما میده فایل بهینه باشه. پس اپتیمایزیشن مدیا اند codes optimization، بهینه‌سازی مدیا و کدهایی که روی وبسایت اون هست. این دیگه نور افتاد فکر کنم. بهینه‌سازی مدیاها و کدهایی که روی سایت اون هست یعنی چی؟ یعنی اگه من این ویدیو رو دارم به شما میدم توی سایت میهن وردپرس که ببینی، باید حجمش تا حد امکان کم باشه، کیفیت تا حد امکان بالا. یه جوری که نه کیفیت بیاد پایین، نه حجم خیلی بره بالا. نه 10 گیگ حجمش باشه مثل یوتیوب، نه کیفیتش دیگه مثلا بشه 720. میدونی؟ یه کیفیت 1080 خوب با حجم خوب که در موردش تو سایت میهن وردپرس کامل توضیح دادم. تصویر همینطور، فرمتش باید وب پی باشه که در موردش تو سایت میهن وردپرس کامل توضیح دادم. مدیا و کد، کد باید مینیفای باشه، در مورد مینیفای سرچ کنید. باید کامبایند باشه، در موردش سرچ کنید. همه اینا هست. دو تا موضوع خیلی ریز هست که اینجا می‌نویسم که بدونید. یک، برای این قسمت کاری که باید انجام بشه، مینیفای کودز. دو، ایمیجز optimization. این دو تا کار بعد انجام بشه که بهتون میگم چجوری انجام میشه با پلاگین. میخوام بهتون پلاگین معرفی کنم دیگه. دو، چه کاری بعد انجام بدیم؟ lazy loading بعد داشته باشیم. lazy loading یعنی چی؟ یعنی لود تنبل برای تصاویر و ویدیوها. تصاویر سایتتون لود نشن تا زمانی که کاربر اسکرول میکنه و میرسه به اون تصویر. یعنی قرار نیست همون اول کار همه تصاویر لود بشن. لیزی لودینگ رو قبلا براش ما پلاگین نصب میکردیم و کد جاوا اسکریپت میذاشتیم، الان دیگه لیزی لودینگ استفاده نمیشه و به جاش چی استفاده میشه؟ نیتیو لیزی load. یعنی چی؟ مرورگرا دیدن همه دارن از جاوا اسکریپت استفاده میکنن تو سایتشون، گفتن خب چه کاری، خودمون نیتیو میذاریم تو مرورگر باشه. و نسخه جدید وردپرس و مرورگرها این قابلیت رو دارن و اصلا نیازی به استفاده از پلاگین برای این قضیه نیست. فقط خواستم بدونم لیزی لود، خواستم بدونید که لیزی لودینگ داستانش چیه. سه،
براوزر کش کشینگ ایوه براوزر کشینگ. داستان چیه؟ امیدوارم تو این 8 سال اینقدر پیر نشده باشم که دیگه حوصله آموزش دادن نداشته باشم. ولی براوزر کشینگ چیه؟ نه سعی میکنم انرژیمو همیشه حفظ کنم. براوزر کشینگ کش براوزره، کش مرورگر شماست. کش مرورگر شماست که شما ببینید یه کشینگ توی سایتت داشتی که تو حافظه میسپورت سرورت که این صفحه قرار بود یه بار لود بشه، دفعه دوم که خواست لود بشه اینجوری. برگردی اون قسمت رو حتما دوباره گوش بدین، در مورد کشینگ صحبت کردم. براوزر کشینگ چیه؟ کش مرورگره. شما یه بار صفحه سایتتون باز میشه، مثلا یه سری تصاویر تو سایتتونه، اون تصاویر بهتر تو حافظه مرورگر بمونن، مثلا لوگویی که بالای سایتتونه بمونه، که سری بعدی که کاربر خواست یه صفحه دیگه از سایت شما رو باز کنه یا برگرده دوباره همین صفحه رو ببینه، اینا دیگه تو حافظه کش مرورگر باشند تا یه مدت زمانی، یک ماه، دو ماه، شش ماه بمونه تو حافظه کش مرورگر. و این باعث میشه سری بعد که خواست سایت شما باز بشه، مثلا یک ماه دیگه، دیگه این تصاویر نیاز به لود شدن نداشته باشن و سایتتون با سرعت بالاتری لود بشه. براوزر کشینگ must be activated یعنی چی؟ یعنی شما باید روی سایتتون فعالش بکنید. چجوری؟ بهتون میگم. همه اینها چیزایی بود که در مورد افزایش سرعت سایت مسائل اصلی هن که بهتون گفتم. خیلی مسائل دیگه وجود داره که خب طبیعیه، ما تو سایت برتر یه فصل فقط در مورد افزایش سرعت سایت صحبت میکنیم. خب اما میخوام بهتون چند تا پلاگین افزایش سرعت خوب معرفی کنم که بهتون کمک میکنه تا سرعت بهتری رو سایتتون داشته باشین. چند تا که چه عرض کنم، دو تا دونه پلاگین بیشتر نیست، WP راکت که پولیه و پیشنهاد میکنم حتما از سایت اصلیش تهیه بفرمایید، دو لایت سپید کش. اگر وب سرورتون رو بهتون گفتم از کجا میرید پیدا میکنید، بخش ابزارها سلامت سایت مشخص میشه وب سرور چیه، اگه آپاچی بود که کلا هاستینگتون عوض کنید، سرورتون رو بکنید یه سروری که لایت اسپید یا اینجینیکس چون سرعتش خیلی پایینه. اگر اینجینیکس بود مثل سایت ما، از وردپرس راکت استفاده کن. اگر لایت اسپید بود، از لایت اسپید کش استفاده کن. خلاص. در مورد اینم باز یه ویدیو ضبط کردم قبلا، کدوم پلاگین افزایش سرعت بهتره. بچه ها همه چیزایی که بهتون تو این ویدیو گفتم یه جمع‌بندی بود از تمام مسائلی که در مورد افزایش سرعت سایت باید رعایت کنی، و خیلی بیشتر از اینم هست، یعنی فقط اینا نیست. میگم که توی سایت برتر، دوره سایت برتر که تنها دوره‌ای که ما داریم رو سایت میهن وردپرس، یه فصل در مورد افزایش سرعت صحبت کردیم، ولی سعی کردم خیلی خلاصه و مفید چیزایی که نیاز هست رو بهتون بگم. و در مورد تک تک اینا، مثلا براوزر کشینگ و WP راکت، لایت اسپید کش، اینکه کدوم پلاگین برای چه سروری باید استفاده شه، در مورد این وب سرورها، در مورد کشینگ وب سرورها، در مورد CDN، در مورد اپتیمایز کردن مدیا و مینیفاینگ کدز و ایمیج اپتیمایزیشن، همه اینا صحبت کردیم. یه نکته میمونه، کشینگ رو چجوری فعال کنیم؟ این دو تا پلاگین انجام میدن، هر جفتشون انجام میدن. مورد دوم، مینیفای کد رو چطور انجام بدیم؟ کدها رو چطور مینیفای کنیم؟ این دو تا پلاگین انجام میدن. مورد سوم، ایمیج اپتیمایزیشن رو چطور انجام بدیم؟ این دو تا پلاگین انجام میدن. براوزر کشینگ رو چطور که must be activated، باید فعالش کنیم حتما تو سایتمون که اجرا بشه توی مرورگر کاربر به درستی، رو چطور فعال کنیم؟ این دو تا انجام میدن. اما برای مرورگرهای قدیمی نیتیو لیزی لود ندارن، چجوری لیزی لودینگ رو فعال کنیم؟ این دو تا پلاگین انجام میدم، ولی پیشنهاد میکنم فعال نکنید چون نیازی نیست، همه معمولا از آخرین نسخه مرورگرها استفاده میکنن. اینم از افزایش سرعت سایت، امیدوارم واقعا بهتر از ویدیو 8 سال پیش بوده باشه، ولی ویدیو 8 سال پیش رو هست نمیکنم، هم رو یوتیوبمون هست هم رو سایت میهن وردپرس زیر این ویدیو میذارمش، چون واقعا یکی از چیزایی که خودم میام هر از گاهی میبینمش و کلی لذت میبرم. میدونی این که من الان اینجا با درآمدی که دارم از میهن وردپرس، دارم تو دبی خدا رو شکر زندگی خوب دارم،
یکی از بهترین جاهای دنیا زندگی میکنم، آرامش خودم رو دارم، همه چی دارم و الان میام وای میسم جلوی تخته برای شما آموزش میدم، واقعا چیز زیادی نیست، دارم پول در میارم، به یه نتیجه رسیدم، از این نتیجه دارم آموزش میدم و دارم ادامه میدم کارم. ولی همیشه به اون بچه 20 ساله، 20 سال کمتر، 19 ساله وقتی تو ویدیو 8 سال پیش نگاش میکنم میگم دمت گرم، هیچی نداشتی، نه ماشین داشتی، نه امید داشتی، نه خونه داشتی، نه یه کار درست و حسابی داشتی، بدون هیچ امیدی کار میکردی و هر روز کار میکردی از 8 صبح تا مثلا 10 شب. الان من نه، شاید مثلا از 8 صبح کار کنم نهایتا تا 5 عصر، ولی وقتی اونو میبینم بهش میگم پسر دمت گرم، دمت گرم که اونجایی که باید استارت میزدی استارت زدی و اونجایی که باید ادامه میدادی ادامه دادی این قضیه رو. شاد و پیروز باشین و خدا نگهدارتون.